اومدیم تخت تاووس یا در حال حاضر مطهری. میدونید که اسم قدیمی مطهری تخت تاووس بوده. اینجا هم که تقاطع ولیعصر مطهری یا همون پهلوی سابق و تخت تاووسه. قصد دارم امروز بریم داخل خیابون تخت تاووس ببینیم حال و هوای این روزا چه خبره. می‌دونید که از این سمت تا سید شیرازی میره. حالا ببینیم حس حالش اینجا چطوره. مطمئنا خیلی تغییر کرده واسه دوستانی که اینجا بودن. مثلا اینکه این ساختمانی که اینجا جدید ساخته شده، اینه یه برج. به جرات میشه گفت یکی از قلب‌های اقتصادی کشوره، چون اکثر ساختمانایی که اینجا قرار گرفتن همه تجاری هستن و اداری. به به حراشی زولویا بامیه. خب اینجا فکر میکنم خیابون سربداران اسم قدیمش یه چیز دیگه بوده، معظم یه همچین چیزی بوده احساس میکنم. پر از خیابونای به قول معروف قدیمی با قدمته. ببینید اونجا ساز هم میفروشن. میدونید که اینجا خیابون لارستان یکی از خیابوناییه که بورس لوازم ساز و پیانو و اینجور چیز هست. فکر میکنم از دید کسایی که خیلی سال اینجا نبودن خیلی تغییر کرده باشه خیابون تخت تاووس. کلاً تهران واسه کسایی که حداقل یه دهه دو دهه واردش نشدم خیلی تغییر کرده، خیلی مدرن تر شده، خیلی اسم خیابونا تغییر کرده. حالا من بیام یه گوشه از وسط خیابونم براتون بگیرم، خودتون بیشتر متوجه این قضیه میشید. خیابون کاملا یه طرف است، بار ترافیکی خیلی شدیدی داره به خاطر وجود اداره و ساختمان تجاری که حالا کنارش هست و اطرافش، یعنی به شدت بار ترافیکی زیادی داره. خب ادامه بدیم مسیرمونو. نزدیک لارستان داریم میشیم، همونجا که بهتون گفتم بورس لوازم موسیقیه. پیاده عریضی داره، خیابونی یه طرفه خیلی بزرگی داره، جزء محله‌های خیلی قدیمی و به نام یه جوری میشه گفت اصلا از قدیم ایام اینجا بورس بوده دیگه، حالا تهران بوده، یعنی تهران یه جوری اینجا محسوب میشده.
بله اینجا هم که لارستانه، حتما به صورت مجزا فیلمشو براتون تهیه میکنم. از لارستان هم گذاشتیم، فیلمش حتما به صورت مجزا براتون قرار میدم. میدونید که از سمت چپ برین دوره میخوریم به خود ولیعصر، بعد هم میدون ونک. حالا ببینیم حس و حال این روزای تخت تاووس در چاله. میدونید که پر از ساختمان های اداریه، بیمارستان توس، قدم زدن تو بعضی خیابونا با این حال که مثلا شهر هیچ جاذبه خاصی نداشته باشه ولی آدمو خسته نمی‌کنه. خیابون تخت تاووس هم حالا هم مطهری جزء همون خیابونا دید من محسوب میشه. این کیوسکای روزنامه فروشی دیدید یا این تعداد روزنامه‌ای که می‌فروشن خیلی کم شده، یعنی عملا هم به خاطر اینکه کاغذ گرونه و اخبار اکثرا آنلاینه، خصوصا مردم به صورت آنلاین اخبار روز رو مطالعه میکنن، کمتر دیگه روزنامه تهیه میکنن و میخونن. خب اینجا داریم وارد محدوده تر ترافیک میشیم، تابلوشو میبینید. برای دوستانی که نمیدونن تقریبا میشه که مرکز تهران، یعنی از نواب تا اتوبان امام علی یا حالت اهمت هم شمالش، از بعثت هم جنوبش فکر میکنم، محدوده به اسم تر ترافیکه. هر ماشینی میتونه 20 روز در یک فصل واردش بشه، البته نه تا مرکزش. اگه نهی بخواد کامل واردش بشه باید یه پولی و یه مبلغی رو پرداخت کنه که بتونه وارد تر ترافیک بشه، بیشتر بخاطر آلودگی هوا و حجم ترافیکی که داره. اینجا رسیدیم سر میرزای شیرازی که فیلمش رو ازت مجزا براتون گرفتم. پر از عروسک و اسباب‌بازی فروشیه. خب بریم اون سمتش ببینیم چه خبره. ببینید که چقدر ساختمان های اداری اون برای احتمالا برای دوستانی که خیلی وقت نبودن 100% کلی تغییر کرده. ببینید هم با اقسام معماری مختلف رو دارن. همونطور که میبینید الان اینجا که می‌بینم فروشگاه تهران پر از این فروشگاه یه حالا هایپر مارکته، نه خیلی بزرگ نه خیلی کوچیکه، یه جوره نیازهای منطقه رو یا محله رو تأمین میکنه. چند تا برند مختلف داره، حتما یه روز ویدیو تهیه میکنم از برندهای مختلفش که ببینید حسالش چجوره، اما اقسام قیمت ها رو داره، حالا آفای خودشون رو دارن، هر کدوم هم جنس های مخصوص خودشون. اینجا هم سر خیابون صناعیه. حالا من اسم قدیمیشون رو دقیقا نمیدونم، حالا شاید عزیزانی که میدونن حتما تو کامنت ها برای من بذارن.
دست راست منم یه مجتمع تجاریه، البته اداریه بیشتر. این دو چرخه‌ای که دیدید از جلوش رد شدن، این دو چرخه‌ایه که با اپ مخصوصش میتونید اجاره کنید، مال شهرداری یا شرکت‌های خصوصیه. در سطح شهر میتونی باش بری، پراکنده خرجو که میخوای باش میری، خیلی هم عالیه. میزان که قایم مقام فراهانیه به سمت کریم خان میره و هفته تیر و اینجور جاها. سبش امیدوارم تا به این دسته لذت برده باشید و خاطراتی از اینجا براتون زنده شده باشید. هرچی نزدیک تر میشیم به مرکزش ترافیک سنگین تر میشه. واقعا مترو راه حل خیلی خوبیه برای فرار از این ترافیک های دم غروب، به خاطر اینکه اکثر ادارات تعطیل میشن. که پر از شرکت ها و اداره های مختلفه، بی خود نیستش، یه جوره قلب اقتصاد تهران هم محسوب میشه.
کم کم دیگه به انتهاش رسیدیم. امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشید. تا ویدیو بعدی پر انرژی باشید. بدرود.